سر و دختر کنکوری گل در بچه ماه کل ایران، سر تا سر ایران عاشقتونم عزیزای دل من. این سری وارد درس میشیم، کار زیاد داریم. سلام علیکم، خیلی مخلصم، قربون همه. انشالله که با امید خدا بچه های جاهای مختلف اومده باشن، شرکت کرده باشن. امروز هم کلاسمون رایگان، منظم، مرتب. سلطان شما هایید، این قسمت رو هم فیلم میگیریم میذاریم تو کانال های مختلف، صفا کنیم بریم جلو، میتیر کنیم ما هم میریم جلو. سر بالا همه حواسشون رو جمع کنن. چیزی که من استارت الان میذارم انشاءالله به امید خدا راجع به ادامه همون منصوباته. ببینیم بچه ها، یه چیز دیگه هم خواستم بهتون بگم. توی گروه های مختلف هر مدرسه، بچه هایی که الان دارن برنامه منو میبینن، اینو خواستم خدمتتون بگم. تو گروه های مختلف هر مدرسه یه دونه کانالی باز شده که سوال میپرسن بچه. اون سوالا رو مطرح کنید، مخلص همتون هم هستم، من سوالای همه رو جواب میدم. تو کانال تلگرام خودم و کانال های توی کلاسینو تمام این فیلم ها آپ میشه و از توی امیر آپارات هم میتونن خودشون سرچ کنن. نه، از توی آپارات هم میتونید سرچ کنید، ولی راحت ترین راه دستیابیش خود کانال تلگرام منه. هر کدوم این فایل ها ضبط میشه با اسمش منظم مرتب، میذاریم تو کانال تلگرام. و چی؟ موهامو بعدم بهت میگم کجاست. موهامو زنم که صفا کنیم دیگه. وقتی که من بعضی موقع کارم زیاد که میشه وحشتناک زیاد، اینو شاید شوخی بگیرید ولی جدی بگیرید. ببین حرف بقیه رو ولش کن چی میگن. من شاید مو روزی نیم ساعت وقتمو میگیره، روزی 20 دقیقه 25 دقیقه وقتمو میگیره. همون 25 دقیقه رو اگر استفاده کنی یهو میبینی آخر هفته 6 ساعت 5 ساعت 3 ساعت 4 ساعت وقت بیشتر داری میگیری نسبت به بقیه. بگذاریم از این قضیه که اصلا من در صورت با اون همیشه یه عمری از اول میزدیم. آدرس کانال خود من با @واعظی محمد این آدرس کانال بچه ها. برو بریم حواستون رو جمع کنیم. من میخوام یه دور دیگه ادامه منصوبات رو با هاتون بخونم برم تو. اگه یادتون باشه برو بریم. اگه یادتون باشه من راجع به منصوبات صحبت کردم و خدمتون عرض کنم که بیارم اینو سری براتون. این من خدمتون عرض کنم که این درک مطلبه. آها خب این مرفوعات اینجا منصوبات جمع با هم بخونیمش، هم انشالله به امید خدا اون دوتا منصوب دیگه هم قسمت های مختلف منصوبات که مونده رو با هم دیگه امروز یه دوره مشتی بکنیم، وارد جزوه هم میشیم که با هم دیگه جمع بندیش کردیم. اونایی هم که کلاس رو نبودن یا غیبتشون، چون 99.9 کلاس های سر تا سر ایران مدرسه ها رو من مستثنا درس دادم، ممکنه بعضی از جاها رو توی هدف یکی از کلاس ها رو من درس ندادم، یه قسمتی از کلاس ماهان انقلاب رو درس ندادم که بچه میتونن اینجا لذت بدن. اگه مدرسه هم من مستثنا رو درس ندادم که اکثرا حال و مستثنا رو درس دادم، حال که اصلا ترم اول بوده درس دادم، مستثنا تو ترم دوم درس داده بودم تا این اتفاق افتاد، چون اکثر مدرسه یادشونه مدرسه ها قرار بود اصلا تو مهمن ما درسمون رو جمع کنیم، یعنی خیلی راحت و منظم دو یا سه هفته حتی من می‌خواستم آزمون جامعه بزنم اگه یادتون باشه، اون هم دقت داشته باشه. ما یه بار دیگه داریم درس همینجور هی دوره می‌کنیم و هم میایم عقب. این یکی از خفن‌ترین کارهایی که ما داریم تو نظام جدید آنلاین انجام میدیم اینه که درس رو تا ته رفتیم هی داریم آروم دوره می‌کنیم میایم عقب. آها یه چیز دیگه هم می‌خواستم بهتون بگم، یه دونه فیلم دیگه من توی کلاس تو همون گروه گذاشت خواهم گذاشت، هم تکنیک حل ضبط هم تکنیک حل درک مطلب. اینا رو من همین امروز میذارم تو کانال که همه داشته باشن. یا علی مدد، همه حواسشون رو جمع کنن. ما جلسه قبل مفعول مطلق و حال با هم دیگه خوندیم اگه یادتون باشه، درست میگم بچه‌ها؟ دوره مفعول مطلق و حال بود دیگه، نه؟ همه سریع با امروز با من باشی یا امروز مشتی با من باشی. امروز میخوایم با هم دیگه انشالله مستثنا و نواسخ رو جمع کنیم. انشالله اول مستثنا رو درس دادم، خیال همه راحت شه تا برسیم به نواسخ. همه با من باشن، دقت داشته باشن. بسم الله همه حواسا جمع. همیشه وقتی درس مستثنا میدم میگم همه اومدن به جز فلانی. با من باشی امروز ها، امروز خفن با من باشی. اصلا لطفا یه بار دیگه اسم کانال. آره درس میدم اونا رو.
امروز کلا افعال ناقصه حروف مشابه لا این افجنس رو فینیتو میبندی میذاریم کنار، خیال راحت برو بریم همه سر با امروز با من میای مشتی ها یا علی. همه اومدن به جز فلانی، اون فلانی رو بهش میگن مستثنا. اون همه ای که مستثنا داره از اونها جدا میشه بهش میگن مستثنا من، چون مستثنا داره از آن جدا میشه بهش میگن مستثنا از آن جدا شده یا مستثنا من. این جزء اصلی باید بیاد، این جزء اصلی باید بیاد، این میتونه بیاد میتونه نیاد. با اومدن و نیومدن این گروه ما دو مدل مستثنا داریم، مستثنایی که مستثنا منهش میاد، مستثنایی که مستثنا منهش نمیاد. ما یه ماجرای قدیمی داریم یه ماجرای جدید داریم، لفظی بازی میکنن با الفاظ تو نظام جدید. قبلنا چون مستثنا من وقتی حضور داشته باشه ما تمام اجزا رو داریم، وقتی مستثنایی گروهش میومد یا مستثنا منش میومد بهش میگفتن مستثنایی که تمام اجزاش اومده یا مستثنای تام. جدیدن بهش میگن ساختار استثناء. چرا؟ چون این ساختار اصلیه مستثنا، واسه همین بهش میگن ساختار استثناء. اینجا رو نگاه کن، اگر مستثنای من مستثنا منش نیاد، مستثنای من داره میشه فارغ از مستثنا من. قدیما بهش میگفتن مستثنای مفرد. آقا چرا این قدیمیه رو ای میگی که راحت تر با لفظش آشنا شی؟ با لفظش آشنا شی بعد با ساختار میگی. درسته من خیلی مستثنای تام کاری ندارم ولی راحت تر لفظش، مفرقم کاری ندارم ولی بدونی داره چه اتفاقی میافته، بدونی اونی که ساختار استثناء یعنی تمام اجزاش اومده، بدونی اونی که داره میشه ساختار الان دست میدم به جز استثناء، علتش اینه که مستثنا منه نیومده، فارغ از مستثنا. در این حالت بهش میگن ساختار یا علی. اینجا رو نگاه کن، میشه این جمله رو بگی تا من مساخت میخوام توضیح بدم و کف کن. تمام ایران که با من درس خونده باشن یا حداقل دو تا ویدیو از ترجمه رو دیده باشن حتما اینو دیدن. میشه بچه‌ها به من بگید لا تعبدوا احدا؟ من اول این جمله رو میخوام بگم، این جمله ای احدا الا الله. الان حرف استثناء الاست، الله میشه مستثنا. آیا کسی قبل الله اومده که احد که الله ازش جدا شه یا نه؟ الله از کسی جدا میشه یا جدا نمیشه؟ سریع جواب میخوام. گروه داریم یا نداریم؟ داریم. صد درصد. اکی جدا میشه؟ اکی جدا میشه؟ همه بگن بکشنش. چون مستثنا داره از مستثنا منه احد جدا میشه، به این مستثنا میگن مستثنای تام. حالم نمی کنی با این لفظ، بهش میگن ساختار استثنا. نگاه کن، حالا چه کار کنم این بشه ساختار مستثنای مفرد؟ چیو باید حذف کنم؟ احدو. من احدو حذف میکنم میشه ساختار بالا. لا تعبدوا الا الله. دیگه الله کسی نیست، گروهی نیست قبل الله که مستثنا ازش جدا شه. و به این مستثنا میگن مستثنای مفرد. یه سوال، میشه لا تعبدوا الا الله رو معنیش کنین؟ معنی اگه ما نخوندی معنیش کن. لا تعبدوا الا الله. باری کلا نگین علی محشر محیا، باری کلا علی جواهری، باری کلا معنی فقط باری کلا است، معنی فقط میده. میشد فقط خدا را به یکی به هم بگه، وقتی معنیش میشد فقط خدا را بپرستیم، به این ساختار میگفتیم تو ترجمه ساختار چی؟ وای بر اینجا رو. پس اگه گروه بیاد بهش میگن مستثنای تام یا ساختار استثناء، اگه گروه نیاد بهش میگن ساختار هستی. پس وقتی مستثنا من نمیاد بهش میگن ساختار هستیه.
که نظام جدید دقت کن بهش میگن حصر و اختصاص. خیلی ها با این واژه آشنا نیستن ها. اگه گفت اگه این اختصاص شرط نکنی ها همون حصری هست. او 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 این حصر و اختصاص. او او اختصاص رو بپا اینم تو صورت جاری این اختصاص امام زمان همه میمونن همه میمونن همه شنیدن حصر ولی این هست حصر و اختصاص. نکته بعدی ما قبلا که بلد نبودیم میگفتیم محمد وازی چی میگفت؟ میگفت چون قبل لا خوب گوشونا این وقتی درس میدن میگفتن منفی در منفی میشه مثبت تا زمانی که همه کلمات معنیشن. اگه کلمه ای باشه که منفی در منفی رو بکنی مثبت معنی نشه این همینجور منفی در منفی معنی میشه. اون چی بود؟ اون کلمه ای که نکنه یه موقع معنی نشه چی بود؟ همون مستثنامه. مستثنامه باری کلا. پس اینو راحت تر میگی. پس ساختار هستیه فقط زمانی معنی از امروز میتونی اینو بگی. فقط زمانی معنی فقط میده که ساختارش حصری باشه. یعنی چی باشه ساختار حصری؟ یعنی مستثنی نداشته. تا زمانی که مستثنی نداره حصری معنی میشه، مستثنی داره حصری معنی نمیشه. تموم تموم. حالا میگم یاد بدم برو ببین قبل الا گروه از گروه نیست چیه. فعلا اینو یاد بگیر یا علی برو بالا. حالا می‌نویسم. پس من مستثنا دو حالت دارم، یه مستثنا تام یه مستثنا مفرق. آقا بعدمون میاد این لفظ باشه بعد میاد نمیگم اینو نمیگم گوشه داشته باشه ببین میگم ساختار استثنا برو پایین ببین میگم ساختار تیز آفرین ساختار هست. یه چیز با حالم بدونیم آقا تیز باش به قرآن مجید نیست خوب گوش کنن همه اینجان. بارها بهتون اینو گفتم اگر توی زندگیتون کارای عبث و تند انجام بدید به خدا به هیچ جا بر نمیخواد. نه من مدلم آقا مدلت عوض کن. آقا مدلت ول کن کی چی میگه. خیال کردی مثلا من که تازه دو ماه اومدم اینستاگرام رو اینور اومد. خیال کردی مثلا هرچی لایف میذاریم و فلان و فیلم میذاریم همه میگن وای وای زی فلان ای من آخشه بدم. نه و چهار رو برام توی شعره بر میریزم با اسکوله رو ببینی چرا اینجوری میکنه. آقا تو چی میدونی اصلا؟ و اصلا وقتی کار کردن اصلا خیلی مهمه که چی فکر میکنه. به قرآن مجید درد و بدن همه تون دوستار من ها ولی خوبشم میگم فرق نمیکنه بعدشم درد و بدن هم اینکه تو رو اینجا دارم عشق من یا اینکه تو رو اینجا دارم درجه یکی سوء تفاهم نشه. ولی خوب گفتنا هم حتی بعضی موقع احساس میکنم که شاید مثلا اونقدر خودم رو حساس نکنم که بد گفتنا اذیت کنه. اصلا بد یارو نمیدونه. پس یارو راجبت هر چی میخواد بگه هر چی یه چیزی بگه بگو علی جلالا جون دلم عشق منی جون علی جلالا. علی بگو علی سری بگو اصلا درسه دقیقا اصلا تو راه خود باید ادامه بدی. عشق منی بابا اصلا همه تون نفس های منی. میگم ولش کن بقیه چی میگن راجع به تمام اتفاقایی به آدم های ایران خدا ترین آدم های ایران هم یارو چهار تا نظر میده. مگه تو میتونی دهن مردم رو ببندی؟ مگه هر روز اول که من عربی درس میدم همه گفتم واو عربی یارو میرسه به فلان جا ولی همه ما رو مسخره میکردن گفتن چی کاری تو انتخاب کردی معلم عربی؟ آره عربی به خدا هر جو میگفتی معلم عربی هم همه دلشون میسوزه میسوخت به خدا من خودم دلم واسه همه میسوزه. بیا ولش کن ول کن چی چی میگه. میگم این فرض بودنه رو میخوام ازت فرض بودنه رو من ازت میخوام. برو بریم به هیچ اتفاقی نمیافته تو یه خورده کاراتو فرض سر انجام بدی. با من باشا با من باش عشق منی عشق با فاصله. پنج امروز یادتون نره بچه نظام جدید ها همه هستن ها همه پنج از ترجمه درس میدن با یه جزوه جدید یه استارت با آل تی ان تی میتر کنی رایگان مجانی از شیر مادرم حلال تره. بیا ببینیم چیکار میکنیم انشالله بچه خودمونو میخواییم بچه بچه جدید هم میان اونا را نوکرشون هستن میتر کنیم پنج از ببینم یه ساختار استثناء یه ساختار اصلی این معنی فقط میده. این تحت لفظی معنی میشه. یکی بگه تحت لفظی یعنی چی؟ تحت لفظی
آه کلمه به کلمه عشق عشق باری کلا هستی باری کلا هستی هستی اینجا بر بچه ها اینجا ابراهیمی اینجا هستی ارفان درجه یعنی لفظ به لفظ این با فقط من اینو داشته باش حالا میرم کلمه استثناء الا از تو هی میپرسه کدوم سا آقا تو از الان میشه اینو یادتون باشه یکی اینو عکس بگیره کپچر کنه از اسکرین شات کنه هر کاری میکنه این کنکور 99 میاد 100 درصد عین حصر عین اختصاص میگم امروز یه دونه صورت سوالم برات میگم نابود شی یا اینو این نابوده گوه هم بایدی نابود رو نگفت امروز من اگه آخر ساعت آخر مستثنا بودیم بگو نابود رو نگفت من یه صورت سوال نابودم برات بگم از تو دهیم میبورسه این هست این اختصاص یا این ما لیس فیه هست باش درست شو کدوم هست داره کدوم هست نداره یا اینکه این ما لیس فیه الا حصر این یعنی حصر یعنی حصر نیست نیست یعنی حصر صد در صد یعنی حصر اوه اوه این نابوده این بود گولت زدم گول زدم گفتم تا آخر ساعت بدین خواستم همین الان بگم اینها او 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 این خودش درس عصری است این صورت سواله خودش سواله این صورت سوال میگه ای ما لیس فیه الا منفی در منفی مثبت اینجا به جا حس میتونه هر چی بذاری ای ما لیس فیه الا حال ای ما لیس فیه الا مفعول مطلق ای ما لیس فیه الا مشتق ای ما لیس فی الا معرفه ای ما لیس فی الا نکره امام اصلا اگر به من باشه دیگه این بعدش من مستثنا نمیدم اون طراح مشتی که اینو سوال میده تا اینجا درس مستثنا رو پرسیده اون کسی که اینو سوال میده اصلا دیگه نیازی اینجا حرف بده اینجا خودش مستثنا رو پرسیده اینجا یه درس دیگه رو بپرسه میشه دو سوال توی سوال اگه ما لیس فیه الا حصر یعنی 100% حصر داره یعنی حصر هست همه گرفتن؟ همه گرفتن؟ آره بچه ها هرکی نگفت دوباره بگم همه گرفتن اوکیه؟ برو بریم یا علی این روانی ها این همون نابوده است ها این همون نابوده است اینو داشته باش امیر جان فرو قرآن فیریا رو بذاریم حتماً فیریا رو بذار بعد اینا خود جزئی هم که من قبلا نوشتمش هم دارن کانال از کجا میتونم بردارن از تو پنل هست اوکی بیا والا از اینجا بازی مستثنای من شروع میشه تازه نمکی اصلکی بیا والا از اینجا این الا میخوام کاره باحال بدم جمله قبل شروع شده میخوام ببینم تا میا مفرده جمله قبل از الا طبیعتا یه جمله کامل پس همه اجزا رو داره چون همه اجزا رو داره پس مستثنا من هم داره و چون مستثنا من داره مستثنای تام بهش میگن دوست نداری بهش میگن ساختار استثنا جمله قبل از الا نگاه کن درسو جمله قبل از الا کافی یه جمله ناقصی باشه یعنی یه نقشی توش حذف بشه این نقشی که داره توش حذف میشه همون مستثنا من بوده داره حذف میشه و مستثنای من میشه مستثنای مفرق دوست نداری اسمشو بهش میگیم ساختار حصریه حالا نگاه حالا که این مستثنا داره میشه ساختار حصریه خوب گوش کن بچا حرف نزنی گوش کن این جمله ناقصه الان لذت ببر هم مستثنا نداره این جمله ای که ناقص من الان یه جمله بهت میگم که تو دیگه نیاز به هیچ کاری نداری این یه جمله میزنه کل مستثنا رو میترکنه چی؟
چون جمله قبل الا ناقصه، این جمله داره با حضور مستثنا کامل میشه. یا خدا، یعنی از امروز به تو هر وقت الا در هر کتاب عربی، قرآن مجید، نهج البلاغه، صحیفه سجادی، هر جایی، هر آیهی، هر حرفی، حدیثی، جمله، کتابای ساده، دبیرستان عربی، هر جا الا رو دیدی، اگر الا رو حذف کنی ببینی مستثنا داره تو این جمله نقش میگیره، در اصل این جمله داره با مستثنا کامل میشه. وقتی که داره نقش میگیره یعنی ناقص بوده داره کامل میشه، یعنی مستثنا مفرقه یا ساختارمون اصلی است. اما اگر حتی تو بذاری روی الا، جمله قبل از الا کامله و کلمه ای که بعد الا داره میاد به عنوان مستثنا نقشی نمیگیره و این جمله با این کلمه بیمعنی میشه، 100% ساختار استثناست. این یکی از روانی ترین کارهای مستثناست. من هر جمله به دادم یه دقیقه دست رو بذار رو الا، آقا کاری نداره که، بیا نحنو لا نضرب الا محمدن، دستمو میذارم روی الا، نحنو لا نضرب محمدن، نقش میگیره یا نقش نمیگیره؟ همین جواب منو درست بده، میگیره نمیگیره؟ از الان به بعد فقط من میگیم میگیره نمیگیره؟ بله میگیره، میشه فعل و فاعلش نحنوی میشه مفعول، چون نقش میگیره میشه ساختار اصلی. تموم شد. نحنو نذهب الا محمدن، بریم ببینیم، دستمو میزنم رو الا، نحنو نذهب محمدن، نقش میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره، میشه مستثنا تام یا ساختار استثنا، به همین سادگی. حالا توی این نکته هایی که من دارم الان بهتون یاد میدم، توی این جمله هایی که دارم الان براتون مثال میزنم، یه سری نکته نهفته است. من جمله میگم، نکته هاشو کنارش مینویسم، بعد نکته ها رو جمع بندی میکنم. این نکته یک، چی؟ از امروز به بعد فعل قبل الا تا دیدی مثبته بزن استثنا بزن. چی؟ هم مثبته تام منفی هم، نه، منفی میتونه تام باشه میتونه مفرق باشه، منفی میتونه تام باشه میتونه مفرق باشه. میشه جمله مفرق رو من بگین؟ مستثنا مفرق چی بود؟ هرگاه یک فعله، هرگاه یک فعله، پس مثبت تامه. پس مثبت تام، اگه نمیگی هر که یه فعل منفی با الا بیاد مفرقه، تا زمانی که همه کلماتش معنیشن، پس اونجا نمیدونیم منفیه 100% مفرق هست یا مفرق نیست، ولی میدونیم اگر بخواد مفرق باشه باید منفی باشه، پس اگه مثبت باشه حتما حتما تام، ساختار استثناست، باری شرده استثناست. پس یک، مثبت باشه تام. جمله بعدی، ولم یبقى الا المؤمنون، دست میذارم روی الا، ولم یبقى مؤمنون، میگیره نمیگیره؟ میگیره نمیگیره؟ نقش نقش میگیره نقش نمیگیره؟ میگیره. فعلو فعل و فاعل، چون نقش میگیره میشه اصلی. نکته دو، یه دقیقه اینو نگاه، یه دقیقه اینو نگاه، مستثنای تام چون تمام اجزاش اومده میشه او شد مستثنا تو منصوبات. آن چیز باحال بهتون میگم، یه دقیقه یه دقیقه. کل عربی دوازدهم، کل عربی دوازدهم، یادتون نره ایوان، کل عربی دوازدهم ساختاری از منصوبات، یعنی نقشای منصوب، حال، مفعول مطلق، مستثنی، اینا باید منصوب باشن همیشه. پس ساختاریه که برای اعراب منصوبات، یعنی ما نقش هامونو همونجوری که بدون درس دادم بر اساس اعراب تقسیم بندی میکنیم. نقشایی که مرفوعن،
فاعل نای فاعل مبتدا خبر فلان نقشه که منصوبه مستثنا تو اون نقشایی که منصوبن. نگاه کن حالا، پس وقتی تمام اجزای کلمه وجود داره بهش میگم مستثنی تام، و چون همه چیز سر جاشه اعرابش هم سر جاشه دیگه منصوب. یا حضرت مستثنای مفرق در اصل داره تو اون جمله چی میگیره؟ تو جمله بدون الا داره چی میگیره؟ جواب بده، جواب بده. داره تو جمله بدون الا نقش میگیره، که میتونه اون نقشه مرفوع باشه، میتونه اون نقشه چی باشه؟ بگو. از امروز به بعد تا دیدی بعد از الا منصوب من کاری ندارم. تا دیدی مرفوعه میزنی، مفرق میزنی، حصریه معنی میکنی، فقط امام زمان منصوب رو نمیدونم، ولی تا دیدی مرفوع او، فقط او نیست، او هست، اونه هست، آنه هم هست. او خیلی خوبه آج. هو مؤمنون تا اونه رو میبینی میگی رو هوا هستی، برو جمله قبل الا و ببین چی بود چی نبود، برو آمو جمع کن بابا. خوشی یا مرفوع باشه مفرق، مرفوع باشه مفرق، یا هست جمله بعدی ما رأیت احدا الا محمدا، دست رو الا ما رأیت احدا محمدا، نقش میگیری یا نقش نمیگیری؟ هی نگو تا مفرد نقش نمیگیره، پس ساختار استثناست یا همون ساختار مستثنا. نکته قبل از الا یه سری کلمات هست، مثل احد، مثل کل، مثل شیء. کل و جمیع، شیء و احد. یاد بشه شیء و احد 100% تام. کل و جمیع هم نشانه گروه هست، ولی کل و جمیع هی باید چک کن. خب بابا چرا میگی اگه باید چک بکنیم؟ چون کلماتی هست که اگر از اینا جدا شد شد، از اینا جدا نشد مفرق. اوه 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 نگاه کن، احد تام، تموم شد رفت ساختار اساسی. کل و جمیع، شیء و احد میشن تام، چون نشانگر گروه هست، نشانگر مستثنامن هست. کل و جمیع، شیء و احد، تموم شد رفت. پس مواظب باش، برو بریم همه اینجا رو نگاه کن. من عاشق اینجا، ما عاشق. ببین قبل از الا وقتی کل و جمعی میاد یه چکی لطفا بکن. آقا از یه مثال میزنیم. بله جا کل طلاب الا طالب، لا یعلم کل ما فی صدورکم الا الله. یه سوال، آیا طالبان از کل طلاب جدا میشه؟ آره نه، تموم. چون داره کل طلاب جدا میشه، این تامه و ساختار استثنا. به به. سوال، آیا الله از کل آنچه که در قلب‌های شما جدا میشه یا از کسی که نمیدونن داره جدا میشه؟ آفر آفر، از کسی که نمیدونن، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اصلا از این کل ماه، ما برای غیر عاقل، نعوذ بالله. اصلا تو وقتی کل ما میبینی دیگه شک نمی کنی. باز کلم من بود، کل کسایی که باز اونجا یه جوری تو کت من میرفت. اولا کل ما، بچه میفهمی منظورم چیه؟ این ما مای موصوله، مای موصول که اصلا خداوند از ما نمیتونه جدا شه، بتونه هم از من جدا میشه، نه از ما. بگذاریم یه کوچولو معنی تمنی هم بخواهیم که بازیش. کل ما فی صدورکم لا یعلم، و خداوند از کسایی که نمیدانن داره جدا میشه. چون از کل جدا نمیشه
حالا اصلا مهم نیست از کی جدا میشه، همین که میدونیم خداوند از کل جدا نمیشه، میشه مستثنی مقرر. تمام، میشه حصری. معنیشم نیا کن، فقط خداوند میداند کل آنچه که در قلب های شما. حصری هست دیگه، تموم شد. پس کل و جمعی شیء واحد. یه چیز باحال دیگه هم بهت یاد بدم، همین جور که گروه قبل از الا کمکمون میکنه، اینا نگاه کن، ما رأیت الطلاب الا واحدهم، دست رو الا، دست رو الا، ما رأیت الطلاب واحدهم، نقش میگیره نمیگیره؟ نمیگیره، چون نقش نمیگیره ساختار استثناء. یه چیز باحال، یه چیز باحال، یه چیز باحال، گور بابای اون همه نکته، دقت میکنی؟ ما یه چیزی داریم هر چی اتفاقی بیفته میگه جامعه یا مفرد، دقت داری میکنی؟ که من اصلا نمیذارم تو نکته بگی اولش، من اولش میگم دست بذار روی لا، بگو نقش میگیره نمیگیره. تا این خدا ترین نکته است. میدونم توی تست از همه بیشتر طول میگه، ولی اگر نکته این نبود این میتر، حتی همین الان من که بخوام تست حل کنم، یه بچه تو چهار تا گزینه اول دنبال حقه ها، اول دنبال حقه ها بگرد، دوم دست بذار روی الا. ولی ما سوپاپ اطمینان داریم، هیچ وقت نگران نیستیم. چرا صدا ضعیفه؟ صدا ضعیفه؟ خدایی؟ نه بابا، صدا کجا ضعیفه؟ مهیار کجا صدا ضعیفه؟ قربونه دارم، صدا من ضعیفه الان؟ نه، برو بریم، همه سر بالا، همه اصلا لگم نداره اصلا. بچه های جای دیگه، بچه ها اصلا جواب بدن، بچه های مدرسه های دیگه هم هستن الان آنلاین دیگه؟ نه، بچه های مدرسه های دیگه، جای دیگه، بله. از کجا هستن بگن، از کجا هستن؟ فدک، او فاطمه صنعتی فدک، منصور رضاییان، رضاییان هدف، بچه هدف، عشق، عشق، اندیشه غیرت، اصل موسوی، اوه اصل موسوی، یا علی، از ماهان، زهرا پرنیان، ایول، ایول، بچه گل ما، آیلار، مرضیه سلطان، اوه اوه، برو بریم، برو بریم، ادب، عشقای فدک، عشقای فدک، درس نمیپرسم چند وقت است، به هم ریختم، بریم. دکتر حسابی کجا؟ من نمیدونم دکتر حسابی چرا نمیاد. عشق کلاسینو حرف آخر، سلطان حرف آخر، عشق، عشق، برو بریم، برو بریم، یا علی مدد، علامه، اوفه ای جون دلم، برو بریم، همه سرا بالا، اوه، اندیشه خرد، اندیشه خرد، مرضیه این و روحانا امینی، یاسمن جنگانی، برو بریم، به به به، برو بریم، همه هم هستن از جاهای مختلف، باقر از هدف، باقر، محمد حسین باقر، باقر بابا رو ببوس محکم، بای محمد حسین از نفسهای منه، از عشقای منه، از عشقا، درجه یک، پرچمشون بالاست، رفیق صمیمی چندین و چند ساله ماست، بابای محمد حسین، سر بالا، عشقی، بیاییم بریم 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 سری سری بریم، بچه های گل کل ایران، ادب، عشقای ادب، ماهان، مرضیه، اندیشه خرد، همه، همه، فدک، تلاش، تلاش نیومدن؟ تلاشی ها کجان؟ تلاشی ها نیومدن؟ علامه، علامه که اومده بودن، چیز؟ بگو فرهنگ، از بچه فرهنگ بریم، اونا درسشون تموم شده ها. سریا، اوه اوه، سریا برو بریم، سر بالا، سریا سرکیسی، از بچه ماه ارمنی، گل اندیشه خرد، عشق، 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 بچه های گل ریاضی، اندیشه خرد، سلطان، برو بریم، برو بریم، اینجاست، اینجاست دل آدم تنگ میشه واسه اون روزا، اینجاست که قدر خیلی چیز داره میگن آقا در لحظه بدونا، از صبح که پا میشم هر روز ساعت 6 6 و نیم دوشو که میگیرم منتظرم 7 و 7 و نیم برم کلاس، ولی کلاس نیست، مجبورم آنلاین ها رو بریم، کار ادیت دارم، کار کتاب دارم، هزار کار دیگه دارم، هزار و یک کار عقبه، ولی اینکه بعضی موقع من که میدونم، من شدی میدونم، ولی بعضی موقع قدر اون چیزایی که داریم مثل سلامتی، مثل اون کلاس ها، بعضی موقع حواسمون نیست،
از ما حواسمون نیست. این خیلی چیزایی با حال بهمون نشون داد. من یه جایی خونده بودم میگو دم این ویروس گرم خیلی چیزا به ما یاد داد. واقعا واقعا همینه. برو بریم. بسم الله. چی میخوام اینجا بهتون یاد بدم؟ پس این ساختار استثنا شد. میخوام بهتون بگم همه حواسو جمع. منم همینجوری حالا. میخوام بهتون یاد بدم بعد از الا وقتی ضمیرهای جمعی مثل هم، اونه، کم، کنه، نا وقتی میاد گوش کن، گوش کن، گوش کن، رخشاد گوش کن، رخشاد، رخشاد، آخر ما اسم داره رو یاد نگیردی بیا بالا، اوه، اوه، درسا، دردر، دردر بیا بالا، دردر قلیل بیا بالا، بیا بالا، شمین، شمین اش دقت کنی، وقتی ضمیرهایی مثل هم، کنه، کم، کنه، نا وقتی اینا رو داریم این داره میگه قبل الا یه گروهی وجود داشته که دارم میگم یکیشون یکیتون یکیمون همه فهمیدن چی شد؟ پس وقتی بعد از الا وقتی بعد از الا شما یه گروهی مثل هم و هنه کم و کنه نادارید اونا داره نشون میده قبل الا گروه وجود داشته مثل احدهم احدهن احدکم احدکن احدنا واحدنا واحدهم واحدهن پس بعد از الا وقتی هم و هنه کم و کنه نامیاد گویای گروه قبل از الا و گویای مستثنای تام یه ساختار استثنا مثال بعدی بچه این واسه من حلش میکنی من عاشق این وای این چه جمله ایه و ما ارسلناک الا مبشرن امام زمون دست رو الله و ما ارسلناک مبشرن نقش میگیره یا نمیگیره نقش میگیره نقش میگیره 100% میگیره این میشه نقش چی؟ وای باریکلا باریکلا یه سوال یه دقیقه برگرده بارتر ریحانه یه حرف قشنگی پرسید واقعا باید حتما قبل از این هم و هنه کم و کنه نه احد و واحد بیاد نه واحد هم و واحد هم نه واحد هم واحد هم نه واحد هم اصلا من هم من هم نه من کم من کنه نه نه حتما نباید واحد و احد بیاد برو بریم یا علی بیا بی والا بی والا عارف شهرزاد شهرزاد حواس جمع ارغوان بهزاد فاد همه حواس جمع باری کرده نقش چی داره حال فما ارسلناک ما پس فکر نکن قراره همیشه هم نقش فاعل و مفعول و اسم کانه و خبر کانه بگی چرا حال؟ چون حاله چون این فعل فاعل مفعول هم داره این حال چی چرا حال؟ چون حال چون قید حالته معصومه جان همه نقشه کامله پس همین میگم دستتو بذار رو الا فقط نرو جمله قبل الا رو نگاه کن ببین کامله یا ناقص دستتو بذار رو الا ببین با این داره نقش میگیری یا نمیگیری مواظب باشی مطلب بعدی آقا من بگو ببینم هل جزاء الاحسان الا الاحسان دست رو الا هل که هیچی هل که هیچی آیا این جمله داره با احسان دوم کامل میشه یا کامل میگیره یا نمیگیره نقش میگیره یا نمیگیره بله جزاء نقشش مبتدا احسان دوم نقششو بگو نقششو بگو نقش اکبری خبر نیستا خبره باری کلا خبر این خبره باری کلا مبتدا خبر چی میگه این 100% نیستا ولی احتمالشو بالا میبره جملاتی که با حل یا با ا شروع میشه او حل چون جمله سوالی میشه پانیز جون گوش کن مژگان جون چون جمله داره با ال شروع میشه با حل شروع میشه یا با ال شروع میشه سوالیه جمله یه چیزی احتمال زیاد 100% نیست ها این 100% نیست ولی جملاتی که حل و ا دارن احتمال مفرق بودنشون رو بالاتر بدون بیشتر دنبال نقش بگم بلا میتونه تام باشه همین جمله رو میخوای تامش کنم هل جزاء الاحسان شیئون الا الاحسان این رو هوا الان تام یه مفرقه رو هوا با نقطه بگو با تکنیک رو هوا تامه چرا تامه چی چی رو دیدی چی رو دیدی رو هوا دیگه تامه شهر تامه از امروز بعد اینجوری از امروز بعد اول نکته ها رو میگیم بعد میگیم رو هوا نقششی نقششی
اول نکته ها رو میگیم، اگه نکته جواب داد جواب داد، 10% چی؟ اکبر جون 10% چی بود؟ دستمونو میزنیم روی الا ببینیم نقش میگیره نه. آه 100%. دستمونو میزنیم روی الا بعدش ببینیم نقش میگیره یا نقش نمیگیره. یه مثال دیگه هم بگم، این نکته آخری تو دل این داشته باشید. حتی مثال قبلش هم بوده ها، ما رأیت الا محمد. برو بریم تا میام فرق دست روی الا نقش میگیره یا نمیگیره، میگیره یا نمیگیره. بادو بادو موی گیره، موی گیره یعنی میگیره، موی گیره. چه نقشی موی گیره؟ بگین چه نقشی موی گیره؟ مفعول باری کرد. ما رأیت الا، نگاه کن نگاه کن نگاه کن، لم یبق الا لا یقال الا لم یسمع. تو جمله هاتون بود، جمله دید لم یسمع من المسجد الا. چی میخواد بگه؟ اما دوائزی میخواد بگه اینو یا کن یا کن یا کن، میخواد بگه هر وقت یه فعل مفرد. امیر ساعت چنده؟ آن دا اینجاست بفرش. وقتی یه فعل مفردی خوشبندش الا میاد، این مادر مرده مستثنا از کی جداشه؟ نه تو رو قرآن از کی جداشه؟ کسی نیست قبل الا ازش جداشه. قبل این فعلم که من کاری به کارش ندارم، این کسی رو نداره قبل الا ازش جداشه. پس رو هوا من این میزنم مستثنای مفرد، هر وقت فعل مفرد الا اومد رو هوا میزنمش حسبیه. بله حتماً هم باید مفرد باشه، حتی متکلم معل غیر هم نباشه. شما متکلم معل غیر داریم که داره از نحن جدا میشه. کو نحن و نذهبه؟ آیناش الان این شد تام مستثمنش کو نهنو، که اینجا دیگه مرجع اصلی و مستثرش فرق نداره. الان این صحبت خفن خواهم کرد. عجبه. پس میخوام اینو بهتون بگم، هر وقت فعل مفرد نیا کن یا کن یا کن، فعل مفرد الا، فعل مفرد الا، فعل مفرد الا، فعل این که جار و مجرور مهم نیست، فعل مفرد الا. پس جار و جار و مجرور رو در میاری، اون مفرد الا کافی. نقشه دیگه نمیدونی در بیاری، فعل مفرد الا باریکلا. دقیقا نقش میگیره بعد اینا. ای ولماندان جون باریکلا، بعد اینا همیشه نقش میگیره بچه ها، بعد اینا 100% نقش میگیره. یعنی اگر خیلی هم پای باشی یه دقیقه دستت بذار رو الا، رو هوا، رو هوا میگی این تامیا مفرقه که طبیعتا مفرقه. یا علی اینجا رو نکات ستون شما هایید، عشقید، عشق همه نیا کنن. یک بریم، فعل وقتی مثبت باشه تام، یعنی ساختار استثناس. پس مثبت باشه تام، ببین مثبت باشه تام، حالا اینجا 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 دو، بعد از الا مرفوع باشه مفرغ، مرفوع باشه مفرق که همون حصری است. و مثبت ببینید اگه مثبت باشه تام، مرفوع باشه مفرق، این مرفوعه، این همون اوه با دست میکشمش، مرفوع باشه مثبت تام، مرفوع باشه مفرق. اینجا نیا کن سه، قبل از الا کل و جمیع شیء و احد، شیء و احد 100%. 100% چیه؟ تامه. پس میشه ساختار استثناء. ببین کل و جمیع شیء و احد، شیء و احد 100%. حالا مثبت باشه تام، مرفوع باشه مفرد، بگو مثبت باشه تام، مرفوع باشه مفرد. کل جمیع شیء و احد، شیء و احد 100%. قبل از الا
عزیزای دل، قبل از الا چهار، چهار بعد از الا چی بیاد؟ همو هنه کمو کنه نا تا، همو هنه کمو کنه نا تا، بگو همو هنه کمو نا تا، بگو همو هنه کمو کنه نا میاد برو همو نشانگر تام تموم. این هم از این پس پنج، پنج همینجا نیا کنم. دو تا چیز خفنه که یکیش خیلی مهم نیست، یکیش خیلی مهمه. مهمه اینه هر وقت فعل مفرد خوشبندش الا بیاد، این رو هوا مستثنای مفرق یا به قول خودمون ساختار حصری است. حتی اگر بین فعل مفرد و الا جار و مجرور هم بیاد مهم نیست، داشته باش. فعل مفرد الا مفرد، شیش هم خیلی خوشم نمیاد ولی به هر صورت بدی نیست، کمک میکنه دیگه، یعنی گرای مغزی 100% اصلا نیست. حالا اومد ترجیحاً مفرد و حسری است ولی 100% نیست. این قضیه مواظب صورت سوالا باش. تموم شد کل مستثنا، همینو بس. بازم میگم اول میری سراغ اون حقه ها، دوم میری سراغ دست رو الا. مواظب باش وقتی میگم مرفوع باشه مفرق، مرفوع میتونه هم او باشه هم میتونه اونه باشه هم میتونه آنه باشه. آه، یه چیزی دیگه راجبه این مرفوع باشه مفرق، چون من خیلی این دوتا رو دوست دارم. راجبه مرفوع باشه مفرق یه چیزی دیگه هم بهتون بگم بچه، بعضی ما با مستثنای مرفوع نشونه میده، با صفتش مرفوع نشون میده. آقا یعنی چی؟ یعنی میگه الل علما، این حرکت نمیده ولی المجدون بعدش حرکت میده. همه فهمیدن چی شد؟ همه فهمیدن چی شد؟ تموم شد. اینو بعضی ما با مستثنا نشون نمیده، با صفت نشون. بله، بعد از فعل مفردی که بلا فاصله بعدش الا بیاد حتما. فقط یه چیز میمونه این وسط، جدیدن یه سوالی مطرح میشه به نام مستثنا من. الطلاب جاؤوا الا محمدا، رو هوا اول بگو این تام یا مفرد. سری 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 تام یا مفرد. بودو تامه، رو هوا تامه. چرا؟ ساختار استثنا. چرا 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 چرا؟ علت 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 رو بهتر کن. علت حالا یه سوال ازت دارم، الان میشه خواهش کنم اینو بهم بگید؟ محمد داره از واو جدا میشه یا داره از طلاب جدا میشه؟ میگیم از جفتشون. ولی سوال اگه بیاد از کدوم جویم جدا میشه؟ مستثنا منو کدوم میگیری؟ تو مستثناها شما مرجع اصلی و مرجع دیگه یادت نره. نگه چون این ضمیر نزدیک تره، چون شبیهش توی درس دیگه این هفته قبل داشت. چی؟ شف کن شف کن، این من عاشقشم. اینجا نیا کن اینجا نیا کن اینجا نیا کن. حالا اگه همین باشه، از طلاب و لذت ببرا، جاؤوا مسرورینه، یکی من میگه مسرورینه نقشه چیه؟ مرسی اکبر، مرسی بچه گل من سارا، بچه عالی نگین یاسمن آیلار، بچه درجه یک، درجه یک. مسرورینه نقشه چیه بس؟ باری کرد حال. حالا اگر از من بپرسن زل حال کیه، میگی کیه؟ میگی واوه یا میگی طلا؟ درد و بلاتون تو سر من واقعا. میگیری واو زل حال، دمتون گرم. ماندان هانیه، رخشاد، بچه های گل من، عزیزای دل من، بهار، سالا، آیدا، ارغوان، سلیا، امید، شهرزاد، فواد، رضا، عشق، ریانت، ایزخش، باری کلا سال آفر. بچه چون برای بچه بالان مرام بالا خیلی با اشتی میبینن دیرتر جواب میدن. بله به واو برمیگرده.
به واو برمیگرده، چون ذوالحال اونیه که فاعل و مفعول است. این مبتدا ارجحیتش کمتره گفتم. پس این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. تنها نقشایی هن که دو جزئی هن، حال و ذوالحال، مستثنا و مستثنا من. اینا رو بپا با هم قاطی تموم شد رفت. این اینا رو ما توی جزوه هم داریم منظم مرتب، جزوه رو دقیقا با همینا میتونید کامل کنید. مشتی کامل است، کامل است، کامل نیست، با همینا میتونید کاملش کنید. خیلی راحت امیر بذاری آن چیزا، اینا رو همه رو امیر پشت بند کلاس میذاره. توی کانال عکس میگیره و قشنگ چی داره؟ 3 ثانیه یعنی من حرف نزنم؟ درس ندارم. این شاله اشکال مشکال رو بپرسیم و منظم مرتب میچینیم اینو، نگران نباشی. برو بریم یا علی مدد همینجوری زحمت دادم. برو بریم. دوره ای میخوام بکنم راجب نواسخ. ما 3 تا وروجک داریم که میاد انگولک میکنه جمله اسمیه رو. 1 افعال ناقصه، 2 حروف مشبهت بالفعل، 3 لای نفی جنس. کارش چیه اینا؟ اینا میان میشینه رو سر مبتدا و خبر، این دیوار خراب میشه رو سر مبتدا و خبر، رو سر مبتدا و خبر، این قربونه دارم رو سر مبتدا و خبر. اینا میشینن رو سر مبتدا و خبر، میاد انگولک میکنه نقشو، میگه تو دیگه مبتدا نیستی، تو هستی اسم فعل ناقصه، تو هستی خبر فعل ناقصه، تو هستی اسم حرف مشبهه، تو هستی خبر حرف مشبهه، تو هستی اسم لا، تو هستی خبر لا. حالا تنها موردی که بین اینا فعل ناقص است که فعل این دوتا حرفن. حالا این نامصب حرفه، چون داره شبیه افعال ناقصه اسم و خبر پیدا میکنه، بهش میگن حرفی که شبیه افعال. چرا هیچکی نگفت اینو که حروف مشبهتون بالفعل، که حروف مشبهتون بالفعل حروفی هن که شبیه افعال ناقصن چون اسم خبر داره. تمام. فعلا کیان؟ کانه، ساره، اسبه، لیسه. خوب نگاه کن، اینا مزاره هاشون هم فعل ناقص است. یکونو، یسیرو، یسبهو. درست شد؟ لیسه مزاره نداره. بعدی اصبح یصبح تنها فعل ناقصه ایه که ثلاثی مزیده و باب افعال، که بعد اینا رو دونه دونه الان ما بیشترم توضیح اینجا نکن. حروف مشبهتون به آن، بعد در ضمن یکونو فعل ناقصه است. میگم توضیح میدم، اگه یه ها شد یکونو، نه یکونو داریم ولی فعل ناقصه نیست، یتکونو داریم ولی فعل ناقصه نیست. این تشکیل میشه فعل عادیه، فعل عادی. حروف مشبهتون بالفعل کیان؟ همشون تشدید دارن به جز لیتا. برو بریم تشدید داره کیان. این نه ان نه، همین این جفتشو نوشتم جا نداریم. لکن نه، کعنه، لعله، و گفتم همه تشدید دارن به جز لایت هم بساند. لای نفی جنس هم که لای بعدش یه دونه اسم میاد، بعدش یه دونه خبر میاد. من اول آب پاکی رو دستت بریزم اینو بهت یاد میدم، خیال همه راحت شه. ننوشتم اونجا کنکور 99 میشه جون واعظی، اینم کپچر کنیم ببینید که میاد تو کنکورتون. اینم بریزین کنکور 99 قطعا. ببین امروز 2 تا تست تو بهت گفتم، امروز اینا عکس بگیرید
آقا عکس بگیری مثل قبلی، عکس بگیری وقتی اومد متوجه میشی. برو بریم نگاه کن، 8% تمام چی؟ اکبری، اکبری درصد رو از چی کار میکنی؟ از کجا پیدا میکنی؟ اکبری بیا بله، اکبری چی 8% چی؟ آه دو تا سوال 8% تمام. نه دو تا سوال با ضریب منفیش میشه 11%، میشه 11. بچه همیشه یادتون باشه وسط درس، همیشه یادتون باشه درصد منفی 33 تا 100 درصد شما 0 تا 100 نیست. مثلا این هر یه سوال رو شما 4% حساب نکن، اصلا هر یه سوال رو تقریبا شما 5.5% در نظر بگیر، یاد نره. چون 25 تا سواله، 25 تا سوال 5 تا میشه 125 تا، تازه یه نیمه دیگه هم بذار کنارش که برسه او چشه 5 و خورده ای 5.5% حساب کن هر سوال. مثلا این تقریبا دو تا سوال میشه 11%. برو بریم یا علی مدد، دمت گرم. فهمیدم این درس 8 از کجا عشق بیا والا یهو درصد میگی یهو تشتکا میپره. همه نیا کن لای نفجن 100% سوالی، یه دونه لای بعدش یه دونه امیان، حتما باید بعدش اسم باشه. این اسم ال نداره، این اسم تنوین نداره، این اسم به هیچ عنوان ان نمیگیره، ا لا ا، این اسم 100% بدون مضاف و الیه و بدون صفته. چون میخوای بگی هیچ، میخوای بگی هیچ فلان چیزی نیست دیگه، اون فلان چیز مضاف و الیه صفت نیاز نداره. فقط نکته خفنش اینه که بعد از این خبر میاد دیگه، این باعث میشه هیچ وقت با لای ات که معنی نمیده اشتباه نشه. لا اسم ا بی صفت بی مضاف و الیه بی ال بی تنوین، معنی هیچ سه نقطه ای نیستم میده. حالا بزنین جیگر منو حال بیار، یکی به من بگه این لا ا، من که بعد از یه عمر درس دادم تو این جای مختلف همه هم شنیدید معادل معنایی داشت، معادل معنایش چیه؟ ما اسم نه، ما من اسم، باری کل باری کل باری کل اشهای من، ما من اسم ان، اینا معادل معنایی ها، اینو میده پرپر میکنه داد امسال ها، به قرآن امسال هم داد اینا ها، من تو به نظام قدیما میگم اینو یاد بگیرن ها. ببین چقدر خرکیه، من اینو به نظام قدیما هم میگم چون تو کتاب نظام جدیدی اومده و شما یه سرشو داری تو نظام قدیم، اون یکی سرش هم یاد بگیری. جانم جانم باریکلا باریکلا عزیزه دل من، این ورور بچه های اچ دی، همه اچ دی بازا، همه اچ دی بازا، باریکلا باریکلا. این از لاین اف جنس. یه خبر دیگه هم بهتون بدم، هیچ موقع جای اسم و خبرش هم هم عوض نمیشه، هیچ وقت مقدم پقدم و اینا نداریم اصلا. حالا بریم افعال ناقصه رو من توضیح بدم. گفتم یه بار کان داریم، ساره داریم، اصبح داریم، لیسه داریم، مزاره نداره، اینا مزاره داره، این تنها موردیه که مزیده، اینا بقیه مجردن، این مجرده، اینا مجرد. نکته بعد، یادم باشه فعلای ناقصه از یه جا به بعد صرفاش به هم میریزه، کانه بعدیش میشه کانا، کانو کانت کانتا، توی ترجمه هم گفتم کنه کنتا کنتما کنتم تا کنتو کننا، همینجور سارا سارا سارو میشه سرنا سرتا سرتما سرتم تا سرنا، همینجور لیسم هم همینجور یه این وسط حرف میشه، میشه لیسنا که میشه لسنا، اینجا میشه لستا تا لستو لسنا. صرفاشو مواظب باشه آواز مامنیه، مثال بزنم میرسیم، مثال بزنم بیا لا مسلمه، این تو کتابتون هم هست، میشه و ما من مسلمن، اینا یه معنی میده، یعنی هیچ مسلمانی نیست که دانه ای بکارد. صفحه 36 کتاب عربی 11 همتون، صفحه 36 کتاب عربی 11 همتون پاورقی نوشته اینا، بالاش هم دو تا مثال دوستش هست که همین هله کریستیانو کریستیانو پونسن همچه ها کریستیانو
Bene. Capisci? Cristiano? Capisce? Vieni fammi di? Merci, io Ali, non c'è. Io Ali, su tu ciò vuoi. Avanziamo, avanziamo. Bene, bene. C'è? C'è Muhammad? Ascolta, c'è Juve? Oh, از یووه به در کلاسه از یووه اومده سر کلاس آره کریستیانو رونالدو بیدار شده اومده کلاس که عربیش قفیشه اگر یه موقع باشگاه عربی بس بتونه اونجا انشالله لاین اف جنس رو کامل برای عزیزان توضیح کامل بده دقیقا باری کرد بیا بالا بله رو جلد کتاب 12 همین نوشته همیشه هم گفتم باری کرد ارغوان اسماعیلی اسماعیلی باری کل این همیشه هم گفتم تو کلاس هم گفتم تو کلاس انسانی هم توضیحش دادم دقیقا همین گفتم بیا بالا همه میشه اینجا رو نگاه کنن افعال ناقصه رو گفتیم صرفش هم گفتیم گفتم هم مزاراش دوباره میزنم مزاره میشه یکون و مزاره میشه یسیر و مزاره این هم میشه یوسف خودی که اسمه یوسف من یه چیزی دیگه هم بگم جان تایم کلاس داریم بعد من کی شیش هفته داره دیگه جمع آن اصلا کارمون تمام میشه همین هم بالا یادتون باشه افعال ناقصه کان زورش از همه بیشتره چرا؟ چرا کان زورش از همه بیشتره؟ بودو 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 باری که همشون زمانه میگه عقب این زورش بیشتره نکته دوم کانه وقتی برای خداوند میاد یادتون نره معنی هست نمیده اشتباه نکنین معنی همواره هست میده اشتباه نکنین ها مطلب بعدی ساره میشه شد ساره با سین نباشه این فعل ناقصه نیست یکونو فعل ناقصه نیست یتکونو فعل ناقصه نیست اینا فعل ناقصه نیست اینا فعل های عادیه تمام اینا فعل های عادیه مطلب بعدی آن یه چیز دیگه میشه یاد بگیرید لطفا اینو به خاطر من اینو به خاطر من یاد بگیرید کانساره یه اسم داره یه خبر داره دیگه خواهش میکنم اینو یاد بگیرید اسم و خبرش فوتوکپی فاعل و مفعول وای ولی بهش فاعل و مفعول گفته نمیشه اما چون عین همون فاعل مفعوله حرکت بده پس اسمش میشه حرکتش اسمش میشه آفری او خبرش میشه آه چون این مفعوله این فاعل و مفعوله تموم شده را. اسمش خبرش تموم شده را. نکته بعدی و واقعا هم اسمش همونه اسمش همون اسم ظاهر ضمیر وارد ضمیر مفتر عین یه فاعل اصلا اینو من تو کلاس همیشه میگم یک فعل ناقصه گویای 100% یک فعل عادیه ولی بهش فعل عادی نمیگن به جای فاعل مفعول هم بهش میگن اسم و خبر به خدا آره جای اینم میتونه با این عوض شه چون خبر خصلتای خبر رو داره من همیشه یه نکته خفن راجع به افعال ناقصه گفتم اینو هیچ وقت یادت نره گفتم افعال ناقصه رو اگر کسی تونست هم نهشت کنه با یک فعل عادی و به جای فاعل مفعول فقط بهش بگه اسم و خبر و تمام خصلت های جمله فعلیه و اسمیه رو توش رعایت کنه اون آدم برنده است یعنی چی رعایت کنه فعل اول جمله مگه مفرد نمیشه فعل ناقصه هم اول جمله مفرد میشه فاعل مگه اسم ظاهر ضمیر بار ضمیر مستتر نیست اسم کانه هم میشه اسم ظاهر ضمیر بار ضمیر مستتر کانو واو میشه اسمش کنته همیشه مگه نگودیم اسم فعل اسم استوومی میشه مفعول حالا اگر اسم فعل اسم فعل فعل ناقصه بود استوومی میشه خبر فعل حالا اسم فعل ناقصه اینجا چی میشه اگر اسم فعل اسم باشه این فعل فعل ناقصه باشه اسم این چی میشه اسمش کجاشه باریکل یا مستتر یا باریکل توشه همونه همون بازی فعلی اینو یاد بگیرید تمامه و سلام
این از این قضیه. پس کانه در مورد خداوند همواره هست، ساره نه، ساره چنین ساره ما فل ناقصه نداریم، یو کف نو یت کف نو نداریم، تمام. لیس هم مضارع نداره، اگه بپرسید کدوم فعل ناقص است که مضارع نداره، لیس است. راجع به حروف مشبهت و ملفین هم آخری مطلب فقط اینو بگم، همه بیان بالا. حروف مشبهت و ملفین ناقصه یا ملفین یه اسم داره یه خبر داره، برعکس افعال ناقص است، این لاین اف جنسه، اسمش میشه ا، خبرش میشه او. اینم میتونه جاش با خبر عوض شه، میتونه. اینم هر سه مدل خبر داره، کما اینکه تو اینم هر سه مدل خبر رو میتونستیم داشته باشیم، واسه همین میتونه حتی مقدم هم بشه. تنها جایی که خبر مقدم نداریم لاین اف جنس ها فقط، وقت سلام. اگه دیدی بعد الا خبر مقدم اومده رو هوا میزنیم غلط. بعد از این داستان اسم و خبرش که میدونیم هر سه مدل خبر هم میتونه بیاد، فقط بدونیم همشون تشدید دارن و همه یه رکن و ستونی از ترجمه. حالا جدیدا مود شده انه انه که انه لاکنه لعله لیته. این نمیشه به درستی که، پس داره تاکید. جدیدن کارایی های اینا رو میپرسن. ان نداره میشه که، پس کار رفت میکنه. که نمیشه انگار، پس کار تشبیه میکنه. لکن نمیشه اما، هم میتونی بگی رفع ابهام، هم میتونی بگی علت رو داره میگه، بیان علت وقوع فعل. میگی میگم ولی فلان جور، یعنی یه جور ابهامو برطرف میکنه، توضیح بیشتر راجع به جمله. جمله قبلش رو میتونی بگی کامل میکنه. مشکل این کار این یاد نره ها، عین تستش میدونی کجا اومده، عین تجربه 98 تست 49. برو صفحه کن ورش دارو نگاه کن، جوابش هم میشه گزینه 3 اگه اشتباه نکنم تو اون کدی که من جواب دادم. برو بریم بیا بالا، جوابش هم میشه گزینه 3، اون گزینه که لاکن نداره دیگه. حالا چون میدونی که کد عوض میشه، میتونه مثلا چم با کد A با کد B با کد C و جای گزینه ها رو عوض میکنه. لعله میشه ای کا... میشه شاید یا امید است، پس رجا و امیدو میده. فهمین چی میده؟ میگن این جمله تو فیها رجا، این جمله فیها رفع ابهام تشبیه ربط تاکید. لیت میشه ای کاش، تمنا. هم میتونی بگی تمنا، هم میتونی بگی امنیت، امنیت آرزو. این از این. چیز دیگه ای که من خیلی دوستش دارم اینه، وحشتناک دوستش دارم، اگر مبتدای من ضمیر بود، اگر مبتدای من ضمیر بود، اگر با فعل ناقصه بخواد بیاد چی میشه، اگر با حرف مشبهه بخواد بیاد چی میشه. نگاه کن، شروبره بریز دورا، شروره بریز دورا، اسم و خبر اینا رو نمیپرسن و از اسم و خبر خبری نیست. این این تابلو ترین نقطه درسته ها، معلم ها از سر خودشون وا میکنن ها. من شنیدم یارو گفته انسانی من تو 3 جلسه درس دادم دنت گرما، ولی به قرآن انسانی 3 جلسه نیست، یه مناله 6 جلسه کار داره. من نمیدونم چجوری تو 3 جلسه انسانی میگی میره، دمت گرم، خیلی کار درسته دیگه. شما ما بعد 20 سال بلد نیستیم، شما ختم کارایی. از سر خودشون وا نکنن بگن اسم و خبر این نمیاد. این چیزی که میگم یکی از خفن‌ترین ماجرایی که من میدونم. آب ریخته شده دیگه جمع نمیشه، اگه سوالشو بدن بیچارگیه. نگاه کن چی میخوای بگی محمد وایز، بذار برم این صفحه جایی. آقا میگه هم قائمونه، میگه میشه با کانه بگیش این جمله رو؟ میگم آره، فقط باید هم بیاد بشه فاعل کانه، قبول یا نه؟ باید بشه فاعل کانه. ما بر اساس هر ضمیری اگه میخواستیم فعل و فاعل بدیم کافی بود چیکار کنیم؟ قبول داریم فعل تو معلوم مجهول باشیم،
arasında her zannediyor böyle miğverim işte bizi. Yo. Emo. Kana mire sigey hom. Kodesh aya mige. Kana, kana. Oh! Oh! İmce kanu gayemine. Oh, oh, oh. Tamam mire cun sigey. Ayı mesal dike misani bale. Antum gaderune. انتون قادرونه آقا میشه اینو با لیسه بگی؟ شاید تو شاید سامورایی؟ من گفتم سامورایی؟ آره و این خودش امام چیزاست، امام جاهلاست. یالا لیسکم نه لیسکم نمیتونه باشه. لیسکم واسه چی؟ لستم میره تو موسیقه میشه لستم قادرینه. آقا چه اینه اینه میکنی؟ چون اینه مفعوله دیگه. دارم چی میگم؟ اینه مفعوله. باید لیسه بره صیغه ضمیر، کانه بره صیغه ضمیر. وقتی میگن انا معلمون میگن با اسبحه بگو. چی میشه؟ با اسبحه بگو. بگی دیگه سری اسبحه رو برسی که یا نه؟ اسبحه تو معلمن. تموم شد رفت. تموم شد رفت. مزاره هم بود، مزاره هشو میبریم. حالا اگه بگن اینجا نگاه کن، حالا اگه بگن مثلا هو معلمون، بگن با این نبگو چی میشه؟ من یه دقیقه میارمش بالا نگاه کنیم، یه دقیقه میارمش بالا. وقتی با حروف مشبهه بخوای بگی باید اسمش بشه منصوب، خبرش بشه مرفوع. یه دقیقه وایسا. وقتی اسمش بشه منصوب اگه ضمیر بخواد اینجا بشینی انگار که میخواد بشه مرفوع. وا وا اینو کاش که بگی. انگار میشه مفعول چون باید بشه منصوب دیگه. نگاه کن هوه معلمون، من که نمیتونم بگم انه هوه معلمون، این باید بشه اینه مفعول، میشه انهو معلمون. اوه اوه انگار اینه مفعول. نگاه کن حتی وقتی میشه انا معلمون، وقتی میگن با لیته بگو دوباره باید بشه اینه مفعول. وقتی مفعول میخواستیم بذاریم باید بشه یه دیگه، قبل ضمیر مفعولی باید چی میومد؟ قبل ضمیر، قبل یه مفعول نونه بخواهی باید بشه لیتنی. اوه 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 اوه، یعنی از تمام خصلت های مفعول داره رعایت میشه میره جلو. لیتنی معلمون. وقتی میگه انتم طفلهونه با لعله بگو ببینم چی میشه. با لعله انتون باید بشه مفعول، میشه لعله باری چل، باری چل نگی لعله کم طفله. اینو یادتون نره ها، این دوتا اتفاق، یکی این اتفاق، ببین چه من بهت گفتم، یکی این اتفاق، اینا یادتون نره ها. ببین چه بهتون گفتم، این بردن تو صیغه، بردن تو ضمیر واسه افعال ناقص و بردن توی ضمیر واسه حروف مشبه، یادتون نره. این یکی از روانی ترین کاراست. دیگه من توضیح بیشترم راجع به حروف مشبه ندم، همه چی گفتم. تا بدونیم همیشه میدونیم ان اول جمله میاد، انا میومدن وسط، ان وسط جمله میاد. مواظب باش اینجا من یه بار دیگه اینو توضیح بدم، کانه با کانه اشتباه نشه، به پا لیسه با لیته اشتباه نشه. همیشه گفتم اونی که صرف میشه فعله. بچه میتونی بگیم کانه کانه کانو یا کنه کنه کنو، کانه کانه کان. بچه میتونی بگیم لیسه لیسه لیتو یا لیته لیتا لیتو. لیسه پس اینا فعلا، اونی که میتونه صرف بشه فعل، اینو موازه.
اونی که میتونه صرف بشه فعل. مواظب این قضیه هم باش. یادتون باشه من باز اینو استفاده کنم، حتما 100% وقتی یه متکلم وقت خاص به حرف مشبعه بچسبه، حتما 100% من نون وقایه میخوام. فقط دو تا چیز یادت نره، اننی میتونه خونده شه انی بدون نون وقایه استثناء، مواظبم باش. انارم هر جا دیدی کلن یاد باشه این در اصل انه به علاوه نا، اینو مواظب باش. انارو مواظب باش، انی هم مواظب باش. اینکه نون وقایه نمیخواد، میتونه بخواد میتونه نخواد، یعنی میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، اما انا همون انه به علاوه نا، مواظب این قضیه باش. نکته بعدی، حروف مشبهتون بالفعل حرفن، بعدشون باید اسم یادا، یکی از باید اسم یادا بعد فعل ناقص، این همیشه یادتون باشه، این همیشه یادتون باشه. من بعد از کانه میتونم فعل بیارم یذهبوا، چون اسمش الان کجاست؟ الان اسم کانه کو؟ الان اسم کانه کو؟ جا بکشش کشش بستر. اسمش میتونه مستتر باشه، حتی یا بارز باشه، اما تو نمیتونی بعد از این نبیاری از هفت، 100% غلط، 100% باید بشه این نهوی از هفت، حداقل یه هوی بیاد، یه اسمی باید بیاد. پس یکی از غلطای داغون حروف مشابه اینه که بعدش یه فعل بیاد، این مواظب باشه. یکی از غلط ترین داستانا تو لاین حرفه جنس میتونی بعدش مثلا جای اسم خبر قاطیشه، میتونه بعد از انه ضمیر اشتباه بیاد، ضمیر رو به هم نخونه، بگه انه های از هبو جان اومدن معلمشون جدی؟ آره دو دقیقه دیگه رفت. چشم نمیتونه باشه انه های از هبو، مواظب باش. تموم شده رفت. باری کلا روشا جون، دقیقا باری کلا روشا اسکندری، باری کلا، باری کلا محشر. پس حواسمون جمع باشه، دقت هم داشته باشیم، ها دقت داشته باشیم. خفن تطابقا برای من مهمه، فعل نیومدنه برای من مهمه، تطابق اسم و خبر ها حتی تو فعل ناقص تا کانت هست هبو می نویسه، این تطابقا رو بپا مال توی ها. پس اگر اینم باز اینجا بنویسم خیالم راحت شو برم، اگر گفتن این خطا فی افعال ناقصه و حروف مشبه و امثال هم، اولین نکته دقت به تطابق، چون به هر صورت اسم و خبر دیگه، اسم و خبر ضمناً فعل ناقصه رو هم بپاییم، فعل ناقصه هم باید تطابق کنه چون فعله، چون فعل حروف مشبهه که نیاز رو تطابق نداره چون حرف صرف نمیشه اصلا. دو نکات لای نفی جنس خودش ته سلطانه، خودش ته سلطانه. سه دقت به جمله اسمیه بودن حروف مشبهه، اینا رو باید دقت کنی. اعراب رو نمیخواد ازت، آره من خودم هم میدونم، منصوب مرفوع رو نمیخواد ازت، ولی خیلی کمکت میکنه. منصوب مرفوع واسه من واسه گفتم، به جون واعظی منصوب مرفوع رو فقط واسه اینجا گفتم و اینجا و اینجا، که بدونی درک کنی حس کنی فاعل و مفعول رو درکش کنی. تمام و سلام. این از نواسخ بود، افعال ناقصه، حروف مشبه و لای نفی جنس. حواستون جمع باشه، دقت داشته باشه، سر میاد بالا. امروز ساعت 5 یک یکتون رو میبینم برای بچه های عشق کل ایران ها، یعنی از شنبه صبح ساعت 7:30 که بچه های کوشش کلاس دارین، کوششه ریاضی هم هستن، نه بچه هفتران با ریاضی ها کلاس دارم، گوشه ایش ها تجربیان ریاضی ها، نه فکرم ریاضی ها یادم میاد. آره این چون دوتا کلاس این وره، چهارتا کلاس اون وره با ریاضی ها. آره از صبح چهارشنبه که با ریاضی ها کلاس دارم تا پنجشنبه شب که دیگه احواز کلاس هم تموم میشد، اگه دقت کرده باشین یادتونم باشه، از صبح کل سر تا شب پنجشنبه، پنجشنبه شب جمعه هم که همه
شهرستان و تبریز و شیراز و خدمتتون عرض کنم عراق و بچه های عشق عراق و بچه های گل تبریز و جیره شیراز و عزیزای دل من تو جای جای مختلف ایران، اصفهان و عزیزای دل اصفهان من تو آموزشگاه قلم سفید و همه اینا عزیزای دل منن و انشالله از این مجموعه لذتشو ببرن. میذاریم تو کانال این داستانا رو ساعت 5 بعد از ظهر مطمئنن منتظر صبح شنبه تا شب پنج شنبه هستم همه اینجا باشن ایشالله به امید خود بزنیم له و لورده کنیم ها. منتظر دونم فقط یه خواهش، تو رو قرآن مجید این امسال یه چیز تونست مجبورت کنه به چسبی خونه، خدا به سر شاهده هیچکی دیگه نمیتونه ما رو مجبور کنه این کار انجام بده. یه بار قسمت شد من وقتم انقدر خالی شده میتونم جنگی بودم، از خالی هم که قربونه همینجا واسه همه جا داریم زب میکنیم، ولی میتونم برم ادیت کنم خیلی از کارام و کتاب و دیویدی ها رو کلی از ماجرا رو میتونم ادیت کنم، دوباره یه چیزای جدید خفن، یه تکنیکای جدید خفن، جزمه سالم رو دارم دوباره ادیت میکنم. آقا قسمت شده استفاده کنید دیگه، دیگه سال دیگه بچه ها اینجوری نمیتونن هیچکی تو رو نمیتونست مجبور کنه اینجوری بمونی خونه درس بخونی، بزن له و لورده کن. یا علی مواظب به خودتونم باشین تا ساعت 5، من همین اکیپ و ساعت 5 همشون رو با هم میبینم. جزوه جدید ترجمه امیر کی میذاری جزوه رو بالا؟ جزوه رو گذاشتم برین کپی کنید، برین پرینت کنید ها، برین جزوه رو پرینت کنید، شما حداقل بدونید ما پرینت کنید، چون بچه های جدید میام از ما نمیدونن همون جزوه رو آنلاین نگاه میکنن، نه قلم کاغذ دستت باشه، چون میدونی دیگه ترجمه چجوری، اکثر بچه اینجا کلاس من بودن، جزوه دستت باشه تا درس دادن تستشو بزنی، حله یه دوره ترجمه میشه دیگه. مواظب خودتون باشین، شدید عشق منی محمد حسین بعد کلاس به من زنگ بزن، یه کار کوچولو باید داشتم، محمد حسین به من زنگ بزن الان یه دو سه دقیقه دیگه بهم زنگ بزن، منتظرتم، یه زنگ بزن، یه سوالی ازت داشتم می‌خواستم بپرسم راجع به مسئله خصوصی. خیلی شاکریم، مواظب خودتون باشید، عشق منی دوستتون دارم، تا ساعت 5 هم میبینمتون. میترکونید یا علی.